سلام و درود خدمت همه شما عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. علی رضا هستم، روانشناس و پژوهشگر. در مورد موضوع خدا و غول چراغ جادو مطالبی رو خدمتون عرض میکنم. ببینید، در سیستم های موفقیت، در مکاتب موفقیت محور، دو تا مفهوم استفاده میشه، مفهوم باور و مفهوم تلاش. و این دوتا رو با ادبیات های مختلف عنوان میکنم، میگه باور داشته باش، تلاش کن، تلاش کن، باور داشته باش، همین تا به موفقیت برسی. ولی افرادی اومدن به نام جولوستین و استر هیز، اومدن مفهوم و موضوع خدا رو وارد سیستم موفقیت کردن. به چه صورت؟ به این صورت که به خدا وصل شو، شکرگزار باش، به خدا ایمان داشته باش، ایمانت عمیق باشه، به خدا باور داشته باش و خداوند شما رو به هر آنچه که بخواهی میرسونه. خداوند شما رو موفق میکنه. و این دیدگاه، این تفکر در بین مربیان موفقیت انتشار پیدا کرد و الان هم یه نگاه بندازید به پیجها و پیجهای مربیان موفقیت، به وفور اینو میبینید. مثلا طرف میگه فقط خدا منو موفق کرد، من به خدا وصل شدم و خدا تمام نعمتهایی که میخواستم رو به من داد، من رو به تمام خواسته هام رسوند، من رو به تمام تمایلات ذهنم رسوند. در حالی که ما در روانشناسی هوشیاری باور داریم که همچین موضوعی درست نیست. اینجا قوله چراغ جادو با خدا اشتباه گرفته شده. قوله چراغ جادو چجوری عمل میکنه؟ قوله چراغ جادو در خدمت علاءالدینه. علاءالدین دستور میده، قوله چراغ جادو اجرا میکنه. قوله چراغ جادو فقط یک جمله میگه، میگه فرمان بردارم. انسان دستور میده، قوله چراغ جادو اجرا میکنه. ولی در مورد خدا موضوع اینطور نیست، موضوع کاملا برعکسه. خدا دستور میده و انسان اجرا میکنه. انسان باید تسلیم خدا بشه. شما در تمام مکاتب سنتی، در تمام مکاتب اساطیری و عرفانی وقتی مطالعه میکنید این موضوع رو میبینید. همه میگن انسانه که باید تسلیم خدا بشه. خدا تسلیم انسان نمیشه. خدا دستور میده، انسان اجرا میکنه. نه اینکه انسان دستور بده خدا اجرا کنه. اون قول چراغ جادوی، نباید اشتباه بگیریم که انسان دستور میده قول چراغ جادو اجرا میکنه. قول چراغ جادو نماد ذهنه، نماد اون ناخودآگاه و اون ذهن عمیق انسانه که با خدا کاملا متفاوته. حالا وقتی که شما به خدا وصل میشی چه اتفاقی میفته؟ وقتی شما به خدا وصل میشی همه چیز به نفع شما میشه. اینجور نیستش که شما به تمام تمایلات نفسانی خودت برسی. خداوند ابزار موفقیت شما نیست. خداوند به حرف شما گوش نمیده. شما باید به حرف خدا گوش بدید. اولین جمله مثنوی میگه بشنو. بشنو از نی. شما باید بشنوی. شما باید گوش بدی و بری اجرا کنی. و خداوند چه چیزی رو میخواد؟ خداوند یک چیزی بیشتر نمیخواد. و اون تکامله و اون حرکت به طرف خودشه. نزدیکی به خداه. به معنی تکامل. به معنی رشد در همه ابعاد زندگی. وقتی شما به خدا وصل میشی، اون کاری که انجام میدی، حرکت شما حرکت الهی میشه، حرفهای شما حرفهای الهی میشه، تصمیمات شما تصمیمات الهی میشن و همه چیز به نفع شما میشه، نه فقط در جهت ارضای تمایلات شما. این نکته خیلی مهمه. من احساس میکنم که خیلی از مربیان موفقیت که دارن تو این حوزه کار میکنن از موضوع خدا دارن سوء استفاده میکنن. خدا رو ابزار قرار میدن برای اینکه انسان به تمایلات خودش دسترسی پیدا کنه، ولی اینطور نیست. این نکته بسیار ریز و بسیار مهم و دقیق هستش. تو تسلیم شو به خدا و اون موقع زندگیت در جهت تکامل قرار میگیره، نه در جهت نفسانیات خودت. ما یه جمله تو فارسی داریم، میگیم که با خدا باش پادشاهی کن، بی خدا باش هرچه خواهی کن. دقیقا همینو داره میگه. شاید این جمله یک کمی به ظاهر تضاد داشته باشه، ولی مفهوم عمیقی داره. میگه بی خدا باش هرچه خواهی کن، یعنی وقتی بی خدا هستی هر چیزی که دوست داری انجام بده، در جهت تمایلات نفسانی خودت حرکت کن، خود محور میشی، خود خواه میشی. ولی با خدا باش پادشاهی کن. وقتی شما با خدا هستی، به خدا وصلی، اون وقت امر شما امر پادشاه میشه، یعنی قابل اجرا میشه. اون موقع است که امر شما با امر خدا در موازات قرار میگیره، نه در تضاد.
خدا اون چیزی رو میخواد که به نفع شماست. از کجا معلوم شما وقتی که یک ماشین رو میخری به نفعت باشه؟ تمایلات نفسانی ما همیشه به نفع ما نیست. مثلا فرد میگه من این ماشین رو حتما همین رو میخوام. از کجا معلوم تو اینو بخری بعدا ضرر کنی؟ از کجا معلوم تو اینو بخری بعد تصادف کنی؟ از کجا معلوم تو اینو بخری بعد آسیب نبینه؟ یا فرد میگه من فقط با این شخص میخوام ازدواج کنم، اینو دوست دارم. از کجا میدونی که با این وقتی که ازدواج کنی خوشبخت میشی؟ شاید با این ازدواج کنی طلاق بگیری، شاید با این ازدواج کنی آسیب بهت برسه. اصلا تضمینی نیست. پس تصمیمات شخصی و نفسانی ما اصلا تضمینی نمیکنه، ولی وقتی شما به خدا وصل میشی، اراده شما در جهت اراده خدا قرار میگیره، تصمیمات شما به نفع شما میشه. اون وقت خدا ماشینی رو در سر راه شما قرار میده که به نفع شماست. شخصی رو سر راه شما قرار میده برای ازدواج که به نفع شماست. شغلی رو میری که به نفع شماست. و نه اینکه شما هر آنچه که بخواهی بشود، نه، هر آنچه میشود که به نفع شماست. این نکته اساسی ارتباط با خداست. پس خدا رو با قول چراغ جادو اشتباه نگیریم، خدا رو ابزاری نکنیم برای رسیدن به تمایلات نفسانی خودمون. خدا فقط میگه به من وصل شو تا شما رو در جهت تکامل هدایت کنم، در جهت بهتر شدن هدایت کنم، نه در جهت تمایلات فردی و اشتباه خودتون. این نکته رو بدونیم و اجرا کنیم و بتونیم در جهت تکامل و رشد همه حرکت کنیم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، به 3 تا از دوستانتون ارسال کنید تا همگی در اندیشه تکامل و وحدت شریک باشن. درود بر شما.